نمیکنه صمیمی ترین دوستتون یا حتی مادرتون. خب درست میگید، ولی به شرط اینکه میدونید آدم خودش حضور داشته باشه و یه چیزایی رو دیده باشه. من گفتم قبلا من بالا سر جنازه نبودم بتونم متوجه بشم که چه اتفاقی افتاده. منم اونجا نبودم، اما ما عکسایی داریم، فیلمایی داریم، ما اسنادی مثل مدارک پزشک قانونی داریم. بعد از خودش بپرسید، شما الان میتونید مستنداتتون رو بهش ارائه بدید. همین الان باش تماس بگیرید. همین الان تماس بگیرید. تلفنشو ندارم، نمیتونم. من فقط با اینترنت میتونم. قرار نیست همش اینجا زندگی کنیم ما. من اینا رو فقط جلو خورده. و چرا این داره از پشت نشون میده؟ یه جواب بده به ما. منم اقدام بکن آقا. من زندگیم ریخته، من هم رفیق. آقای آخوندزاده یه سوال دارم از شما. شما خونتون رو ترک کردی؟ خانم یه سوال دارم از شما. شما خونتون رو ترک کردین؟ محل کارتون رو ترک کردین؟ شما میخوام بپرسید چه اتفاقی بعد از اون حادثه براش افتاده؟ شما دارم سوال میکنم. شما خونتون رو ترک کردین؟ من خانوادم مدتای مدیدی رفتن بعد. خود شخص شما رو دارم میگم. با خانوادهتون کار ندارم. چون شما در اون صحنه بودی. شما که به شما تهمت زدن دیگه. شما خونتون رو ترک کردین؟ نه. محل کارتون رو ترک کردین؟ نه. اگه شرط تهمت زدنه برای خودتون دارین حق قائل میشین که به ما تهمت زده شده، من اینجا حقم کجا میره؟ بس زندگیتون برای چی عوض شده؟ به خاطر همین تهمت زدن ها. از تو سایت آدرس منزل منو در آوردن، شماره تلفن منو در آوردن. ساعت 3:30 صبح تو آمریکا به من زنگ زدن، فوش دردگری و رکیکی که دوست داشتم به من گفتن. من به اجبار منزلمو ترک کردم، درو بستم رفتم تو یه اتاق 6 متری دارم زندگی میکنم. خانم من به خاطر این میگم واگذار میکنم به اون بالا. من نگفتم شما این کارو کردی، من فقط ازتون یک سوالو کردم. اولیش این بود که چرا همه به شما مضمون شدن که برام توضیح دادی. بعد چند تا دلیل دیگه رو گفتم، مگه آدم میتونه چند جا حواسش باشه؟ فکر نمی‌کنم سوال من طوری باشه که شما بابا من جواب بدید. ولی شما چه لحنی به من جواب دادی؟ شما اجازه ندارین با من اینجوری، چون از من دعوت شده که اومدم. من میتونستم نپذیرم. اگر دعوته، شما اجازه نداری با من بعد صحبت کنی. هر کسی تو هر مقامی که هستی، چون از من یه اختیار ندارم. شما گفتی بلند صحبت نکن، گفتم من تون صدام این شکلی هست. آقا من این کارو میکنم که با ایشون آشتی کنیم دیگه. موافقین؟ آقا آقوستان دارم رابطه این قضیه قرار بگیر. آشتی کردیم. حرفی که اون آقا میزنه تو لندنم میزنه و من حد اقل شناخت رو هم از ایشون ندارم، یه سلام علیکی بالاخره باید داشته باشیم از قبلش. من راجع به اظهار نظرشون که نمیتونم قضاوت بکنم یا نظرم بگم. پس این قضیه که داریم یه گلوله از جلو خورده چی؟ پس اونجا که سر صحنه بودی شما که من گفتم به نظر من گلوله از جلو نخورد. ما اینجا نشستیم حقیقت روشن بشه دیگه. نه من موضوع رو به شما میگم، اگر قرار بود که شخص من به دنبال حقیقت نباشم اینجا ننشسته بودم. یک، دو، موقعیت بسیار خوبی برای من وجود داشت که 9 ماه پیش از ایران برم به اتفاق خانواده‌ام یه 6 ماهی ما رو حلوا بکنن. من نرفتم. من نمیگم نسبت به خود آرش شما اظهار نظر بکنید، من دارم میگم نسبت به عملکردی که ایشون انجام داده اظهار نظر بکنید. من هم از ایشون آقای آخوندزاده خواهش میکنم بیاد نسبت به این اظهار عملکردی که ایشون داشت رفت تو شبکه صحبت کرد آقا اظهار نظر بکنه. آقا شما توجه میکنید به این قضیه که چرا آرش 2 دفعه داره نگاه میکنه به این سمتی که داره رو به صرف شمال داره نگاه میکنه؟ چرا 2 دفعه نگاه میکنه؟ چه دلیل داره نگاه میکنه؟ 2 دفعه کرارن داره نگاه کنه. میتونه یه دوربین نبوده؟ یکی دارش گفته داشتم دنبال کسی که تیراندازی کرده میگشت. میتونه باشه برای تایید طلبی خودش در مصاحبهش این رو گفته. آیا آخوندزاده میتونه باشه برای این که جاویدو کرده باشه پله رفته باشه اونجا برای خودش فضای امنیت خوشگل درست کنه؟ چرا استاد داره؟ کسی به اون نگفت قاتل؟ چرا ما این اصلا در خونه نداره پشتش وایسه؟ چرا شما خبر را من این آقا قبل از این که این حرف رو بزنن کسی اومد آرش قاتله؟ این سی دی کی اومده؟ همه ماه شما تو اینترنت 7600 مورد بر مورد من نوشتن. 10 صفحه گوگل سرچ کن. 76000 نفر از این بازدید کردن. وبلاگ شخصی ایشون هم هستش. یه سری از آدم ها گذاشتن رفتن و دردسرا شده برای اطرافیان.
استرس ها شده برای اطرافیان مثل آقای مکان. به خاطر اینکه الانم میگم اینو با قاطعیت میگم، این آدم از این موضوع سوء استفاده کرد. زمانی که من خودشو نامزده ندا معرفی کرد، من عصبی بودم و میگفتم این موضوع نیست. نکته خیلی جالبی که کشف کردم این بود، این زن کسی بود که اول به عنوان ندا شناخته میشد، بعد همون کشور رو ترک کرد. میگه اون روزای اول که یه دن گفتن ندا نمورده به این دلیل بود که این خانم بود و رفته بود از ایران. با بررسی تکه های پازلی که داریم، ما آرش حجازی رو داریم. آیا اون درگیر قتل بوده؟ آیا شما درگیر قتل بودی؟ یا شما کسی هستی که درگیر قتل بوده؟ یا یکی از بیرون؟ اگه آرش نبوده، اگه استاد نبوده، اگه کارگر نبوده، کارگر کی بوده؟ ما یک کشور ثروتمندیم، توی منطقه استراتژیک مهم هستیم، اعتقاداتمون هم به ترتیبی است که به طور کلی حاکمیت ما با وجود مثلا یا حضور اسرائیل در منطقه مخالفه. 30 سال میگه مرگ بر اسرائیل دیگه، نه؟ طبیعی است که پشت مرزهای ما یه جریاناتی وجود داره که از این وضعیت ناخشنوده، دنبال یه فرصت میگرده برای اینکه بیاد. این فرصت کی بهش میده؟ من و شما بهش میدیم. من به شخصه چون شما رو در اون صحنه ندیدم و عادت هم ندارم که بر اساس شنیده هام قضاوت بکنم، خیلی وقتا به چشم خودم هم اطمینان ندارم، حتی دیده هام رو هم با دیده تردید بهش نگاه میکنم، من به شما هیچ اتهامی نمیزنم. به عنوان استاد ندا آقا سلطان اونجا ایستاده بود. میدونید این کیه؟ شما هم رو نمیشناسین؟ شما هم نمیشناسین؟ مریم رجبی. Did you know her? نه، مریم رجبی. میدونید مریم رجبی کیه؟ مریم رجبی زن مسعود رجبی که قبلش زن یکی دیگه از مجاهدین خلق بود و رفت زن مسعود رجبی شد. The day that Neda was killed. روزی که بهشون متوجه روزی که ندا فوت کرد، کشته شد. It's a day that they, since the beginning, that they have actually killed people in Iran. روزی بود که اولین ترورهاشون رو توی ایران انجام داده بودن در از تاریخ. And every year, هر سال در تاریخ 30 خرداد they kill someone somewhere in Iran. یک نفر رو یه جایی در ایران میکشن. Do you think that it's possible that they were involved in this? از من میپرسن که تو فکر میکنی که میتونه کار منافقین یا همون MKO چنینشون میگه مجاهدین خلق باشه؟ میگم بله میشه. These were pictures that were put on the internet. Is it strange for you that out of all the people that were out that day, that they would have pictures of them? مثلا دادن به سی‌ان. از قبلش بوده، بعدش هست. از قبل دارم میبینم هستش دیگه، این چیزی که دارم با چشم میبینم. خب عجیب هست برام، برای همه سواله. هنوز هیچ کی نتونسته جواب این سوالو بده. یه روزی هم گفتم امکان داره ناخودآگاه، یعنی وارد یه بازی شده مثلا. نه چنو بازی؟ من بازی رو نمیتونم اسم ببرم، یه چیزی که دیدن، شاید این یه سوژه ای میتونه باشه، یا همون چیزی که من اصلا نمیدونستم اون خانم توی کار است. چرا باید از قبل زیر نظر داشته باشنشون؟ خب چرا دیگه، اینو برای همه سواله. این من و این زن، اون زمانی طولانی مقابل بانک ایستاده بودن و اینجا این ندا و اینم استاد. اون میاد، میره، عکس دیگه هم هست که بعد اون خانم میاد. اینجا اون جلو قرار داره، اینجا اون میره و جلو میسته و بعد پشت سر اونا قرار میگیره. ما عکسای مثل این داریم. حالا این خانم هم برگشته نگاه کرده دیگه، مثل آقای آرش چیزی که میگن چرا برگشته نگاه کرده. خب اینم برگشته نگاه کرده و اینم میتونه مشکوک باشه. ببینید اینجایی که میبینید کسی جلب توجه میکنه برمیگرده، یه چیزی اطلاع داره برمیگرده. کی؟ این خانم میگه. بنابراین ما چی داریم؟ ما داریم به آخر این ماجرا میرسیم. کجاییم و چی داریم؟ هزار تا علامت سوال باز بیشتر، چون من که از قبل این عکس‌ها رو خودم ندیده بودم. قدرت تصمیم گیری آدم خیلی کمتر میشه با وجود اینکه این چیزها رو میبینه و میشنوه.
حالا درباره اون چه